برای مریم قسمت 26. الهی من برات بمیرم، میاد بلا می سر، مگه میشه نیاد؟ چند روز مونده هنوز، صبر بکن، حتما میاد، تو فقط راضی باش. دستش را از دور گردنم جدا کردم، عقب رفت و لگدی به کیسه آغوز زد و گفت دست به این نمی زنی، خودم بر می گردم و میام یه کارش می کنم. دو طرف پیراهن بلندش را گرفت و به طرف خانه خودشان دوید. نماند تا بگویم از خودش حرف تر نیاورد و حرف من را هم نشنیده بگیرد. از کیسه آغوز پاسله گرفتم، نه به خاطر حرف بهار، دل خودم نمیخواست به آن دست بزنم. زنمو زودتر از روزهای دیگر از خواب بیدار شد. پایین آمد و چادرش را دور کمرش بست و مثل روزهای قبل از نمدار بودنش گله کرد. بند شلوار کارش را دور پایش محکم پیچید و به سمت من که برای جوجه ها در تک کوزه های شکسته آب می ریختم آمد. بالای سرم ایستاد و گفت هیچ جا نمی ریا، می مونی خونه، سر باغ هم نشو، امامزاده هم نرو، تو حیات هم نیا، بشو بالا. هرچه گفت سر تکان دادم و چشم گفتم. آنقدر ایستاد تا من از پله ها بالا بروم و بعد خودش رفت. شبهای ماه رمضان به خاطر خستگی کار در شالیزار به مسجد نمی رفت، اما شب قدر برایش فرق داشت. با وجود خستگی تا افطار می خورد با ما راهی مسجد می شد. وقتی هم به خانه برمی گشت تا اذان صبح احیا می گرفت. هر بار که چرتش می آمد آبی به دست و صورتش می زد و سر سجاده می نشست. من کلمه به کلمه حاجاتش را می دانستم. برگشتن عمو رحمان، آمدن برارش، سر و سامان گرفتن دخترهایش، باریدن باران تا شالیزارها نفس تازه کنند و شلتوک ها خوشه دهند. همه روزهای بعدش تا عید فطر جز آمدن باران منتظر آمدن برارش هم بود. دم سحر که نعمت جار زد عید است و ماه رمضان تمام شده، هوا گرم بود و آسمان صاف. کسی فکرش را نمی کرد که وقتی روشنایی بیاید باران هم می بارد. ریز ریز بارید و کم کم زیاد شد. همه خوشحال بودند. همه می توانستند یک روز کارشان را تعطیل کنند و استراحت کنند. هم خیالشان راحت شد که امسال هم به موقع باران آمده و محصول خوبی خواهند داشت. برای خواندن نماز عید فطر به مسجد رفتیم و با خرما روزه‌مان را افطار کردیم. زنمو نان خلفه هایی که درست کرده بود را در مسجد پخش کرد. بعد از خواندن نماز با هم به سمت خانه حرکت کردیم تا به او کمک کنیم دوباره کله را گرم کند و بقیه نانش را بپزد و در محل پخش کند. هنوز نصفی از راه را نیامده بودیم که دیدیم رقی مار تون تون به سمت ما می آید. نفس نفس می زد. تا رسید به زنمو گفت کجا بودین؟ چرا دیر کردین؟ بیا برارت اومده. چشمات روشن. من بهش گفتم رفتین مسجد نماز بخونین. زنمو سریع به طرف ما برگشت. چشم گرفتم. خجالت کشیدم و صورتم گرم شد. در دلم یواشکی خوشحالی کردم، اول برای خودم و بعد زنمو. بهار به طرفش رفت. دیدی مار جان؟ دیدی گفتم میاد؟ چقدر گفتم؟ و رو به رقی مار ادامه داد. دست شما درد نکنه. زنمو هم در جواب بهار لبخند زد و برای رقی مار سر تکان داد و با خوشحالی گفت خوش خبر بابی، تیزکن عروسی انشالله. پروانه تا شنید که دایش آمده است تون تون دوید و هرچه زنمو گفت آرام تر برود تا لیز نخورد توجهی به او نکرد. زنمو به من و بهار گفت تون تر راه بیاین، سلمان تنها مونده. رقی مار همراه ما قدم برداشت و گفت عجله نکنین، تا رسید نعمت بردتش سر شالیزار.
میخواد راضیش کنه محصول امسال رو از مردم بخره، یه قیمت خوب بده، هم خدا رو خوش بیاد هم بنده خدا رو. زنمو انقدر خوشحال بود که توجهی به حرفی که رقی مار زد و خواسته ای که نعمت از برادرش داشت نکرد. تندتر از همه ما حرکت کرد و رفت نزدیک خانه. وقتی رقی مار به طرف خانه خودشان رفت و راهش از ما جدا شد، زنمو هم ایستاد منتظر ماند تا به او برسیم. همین که رسیدیم راه من را سد کرد و نگاهی به صورتم انداخت و گفت دستمالت رو درست کن، شق و رق راه بیا. بهار دستش را به دهانش نزدیک کرد و آرام به لبش زد و گفت کار از این حرفا گذشته مار جان، اونی که باید پسند کنه بد جور پسندیده، باید الان کیل بکشیم. تیتی خانوم خاطرخواه پیدا کرده، اونم کی؟ آقا دایی من. یادت برات شاخشونه میکشید که بره دیگه، پاشو رو بالا کوه نمیذاره. پس چی شد؟ چرا اومد؟ اینجا چی میخواد؟ زنمو اگرچه تمام صورتش میخندید اما اخ میکرد و تشریح به بهار زد. یواشتر حرف بزن، مردم میشنون. بهار را نمیشد براه کرد. بی توجه به زنمو راه افتاد و گفت خب بشنون، مگه میترسیم؟ اول و آخر که باید بفهمن ارباب کیا کلا دیگه از این به بعد دونه به دونه برنجشون رو اونم به قیمت بالا میخره. آخه میخواد از اینجا زن ببره، از اینجا نخره از کی بخره؟ زنمو بهار را به حال خودش گذاشت. آنقدر این روزهای آخر سخت گذشته بود که دلش نمی آمد او را تحت فشار بگذارد. بهار تندتر از ما دوید و رفت. زنمو به طرف من برگشت، با لبخند و نگاهی که از سر تا به پایم بود گفت بیا بشیم. آرام و یواش قدم برداشتم، شق و رق همانطور که زنمو خواسته بود. سرم را آرام بالا گرفتم و به آسمان نگاه کردم. باران چون قاصد خوشخبری آمده و رفته بود. هوا صاف شده و رنگ آبی آسمان بالا کوه را زیر بال و پر خودش گرفته بود. برگ‌های درختان شسته شده بود و میشد صدای نفس کشیدن آرام آرام زمین را شنید. برار زنمو هر وقت که می آمد زمین و زمان دگرگون می شد. آسمان به جنب جوش می افتاد و رنگ می گرفت. یک بار رنگ کمانی و یک بار آبی. قشنگترین آبی که بالا کوه به خودش دیده بود. وقتی رسیدیم جز بهار و پروانه کسی داخل حیاط نبود. نگاهم را در حیاط گرداندم و اسبی را که دفعه قبل سلمان با خودش به حیاط نیاورده بود دیدم. اسب جوانی که با چالاکی و زیرکیش یادآور ابهت صاحبش بود. لیلا و پروانه از دور به او نگاه می کردند و هیچ کدام جرأت نزدیک شدن به اسب را نداشتند. ناز خانوم آرام و مطیع کجا و این اسب دست و پا بلند با نگاهی زیرک کجا؟ بهار چادرش را روی پله رها کرده بود و در حیاط با پیراهن بلند و قرمزش چرخ می‌خورد. شاخ و برگ‌های اضافی را از روی زمین جمع می‌کرد و زیر لب برای خودش می‌خواند. تا من و زنم و عفت را دید داد زد میخوام نهار برای آقا دایی گوشت کباب کنم. ما جان چند تا ترکه انار ببر باداس. زنمو سری برایش تکان داد و من هم از کنارشان رد شدم تا به سمت خانه خودمان بروم که بهار رو به من گفت تو هم بشو نو نبار بکن، بیا کمک من، تی پیرهن آبی بپوش، سرخ دستمالت رو ببند. تا این را گفت زنمو افت با اخم جوابش را داد کجا بیاد؟ مریم بره بنیشه تو خونه، بیرونم نیاد. بهار به طرفش برگشت و گفت مازان بذار بیاد. زنمو افت با صدای بلندی گفت حرف نزن، تیکا رو برس. همین که گفتم. اگر زنمو با بهار موافق هم بود من گوش به حرفش نمی دادم و به داخل اتاق رفتم. بهار غرغر کنان به زنمو گفت خبر اخلاق آقا دایی رو نداری انگار، ندیده نمیره ها.
از من گفتن بود. زنم او آرام تر از او زیر لبی گفت: نشونش دادم دیگه، مگه چند بار نشون میدن؟ از اون ماه تا این ماه عوض که نشده، همون آدمه. حالا صبر بکن بیاد. نعمت اینقدر رود درازیسته، حالا مگه ولش کنه؟ بهار به حال سرخوشی گفت: اینقدر میده رقاصی میخواد مارجان؟ زنمو دنبال چیزی میگشت تا برایش پرس کند و پیدا نمیکرد. پیدا هم میکرد دیگر نمیتوانست به بهار برسد. بهار در فاصله‌ای که زنمو اطرافش را نگاه میکرد تا توانسته دور شده بود. در اتاق را که باز کردم، بویی از باران و نم به مشامم خورد و لبخندی روی لبم آورد. عید بود، بهترین عید فطری که داشتم. اتاق کوچک ما بویی را در خودش ذخیره کرده بود که ابتدای آمدن باران همه فضا از آن پر شده بود. چادرم را تا کردم و کنار چند بالشی که روی هم سوار شده بودند گذاشتم. دستمال را از سرم برداشتم و موهایم را باز کردم. نگاهی به پیراهنم انداختم و بعد به طرف بغچه رفتم. دو زانو روی زمین نشستم و همین که یکی از گره هایش را باز کردم، پشیمان شده و عقب کشیدم. پیراهن قشنگ را برای کی باید می پوشیدم؟ بهار همان پیراهنی را می گفت که در عروسی دختر عمه تاجی به تنم کرده بودم. همان پیراهنی که زنم و عفت می گفت با آن مثل ماه می شدم و چشمانم وقتی آن را می پوشم گاهی سبز می شود، گاهی آبی. ماه چه کسی می خواستم بشوم؟ آن هم وقتی آقا جانم نبود. باز کردن گره اول بغچه به دومی نرسید. بغچه را بستم و آن را کنار گذاشتم. آقا جانم مرد جنگل بود. باد و بوران وقتی می آمد، سرپناهش کومه هایی از شاخ و برگ درختان می شد. سختی هایش کم نبود. یکیش را نمی توانستم دوتا کنم. باید خودش می آمد و اجازه می داد من پیراهن قشنگ بپوشم. شاید آقا جانم هم مثل من وقتی برار زنم او را می دید می فهمید بهتر از او کسی نیست. اگر می دید که برنج مردم بالا کوه را به قیمت خوب می خرد، دیگر او را با عموهایش مقایسه نمی کرد. مگر همیشه نمی گفت تفنگ بر دوش می گیرد و با میرزا همه جا می رود و با همه می جنگد، چون می خواهد مردم با عزت و آرامش زندگی کنند. مردم بالا کوه بدون فروختن برنج هایشان، آن هم با قیمت مناسب، هرگز نمی توانستند با عزت زندگی کنند. بی پولی و نداری خیلی نزدیکتر از دشمن اجنبی بود. دشمنی بود که نه تفنگ می خواست نه دشنه. بی صدا حمله می کرد و سر و جان مردم بیچاره بالا می رفت و آویزان عزت و اعتبارشان می شد و تا سقوط آن پیش می رفت. بلند شدم و در اتاق راه رفتم. هرچه زمان می گذشت دیگر برای پرچانگی نعمت ناراحت نبودم و فقط می خواستم برار زنمو را راضی کند تا برنج مردم را بخرد. سر و صدایی که یک دفعه از حیات آمد و جیغ پروانه باعث شد تحمل تنها ماندن در اتاق سخت شود. ایستادم و دستم را روی سینه‌ام گذاشتم. صدای پروانه بقیه صداهایی را که می توانستم بشنوم تحت تأثیر خود قرار داده بود. دستمال را روی سرم گذاشتم و به طرف در رفتم. صدای نفس کشیدن خودم را می شنیدم. دستم را روی در گذاشتم. به این فکر کردم که برار زنمو چه دارد و چه کرده که با وجود غریب بودنش و فاصله های زیاد اینطور مشتاق و بیتاب یک نظر دیدن او هستم. جوابم را می خواستم با دوباره دیدنش بگیرم. قبل از اینکه از دسترس محدوده من که روزانه کوچک دولنگه در بود دور شود و برود، در را کمی از هم باز کردم و اولین چیزی که دیدم خود خودش بود. دست در دست پروانه
کنار آتشی که زنم او برای کباب وسط حیات برپا کرده ایستاده بود و با کفش های براقش آرام آرام به زمین ضربه می زد. قبای دکمه دار بلندی که تا نزدیک زانویش بود بر تن داشت. زیر قبایش پیراهن سفیدی پوشیده و جلوی پیراهنش هم پارچه دراز و باریکی تا زیر سینه‌اش آویزان بود. هرچه بیشتر نگاهش می کردم برای بهتر دیدنش حریص تر می شدم. دو لنگه در را به دو طرف فشار دادم تا او را بهتر ببینم، اما پروانه دستش را کشید و برد و نمی دانم به کجا. اتاق را شکل باغچه رقی مار می دیدم که دور تا دور پرچینهایش اطلسی بود و گل گوشواره. در را بستم، منتظر بهار نشستم تا بیاید و مثل همیشه من تنها نهار نخورم، که اگر می آمد دست خالی نمی آمد. کلی حرف و خبر داشت. فقط خدا خدا می کردم آنقدر مست دیدن آقا داییش نشود که من را از یاد ببرد. بوی کباب می آمد و بیشتر دود کباب. کارشان تمام شده بود و تا الان باید برای آقا داییشان سفره هم انداخته باشند. کم مانده بود بهار برسد. حتی اگر نمی ماند تا نهار را با هم بخوریم، برای آوردن نهار می آمد و این دلخوشی کوچک من بود. صدای پایی که از پله می آمد باعث شد سریع به عقب بروم و به بالش تکیه بدهم. نخ و سوزن را برداشتم و مشغول دوختن زیر بغل جلیقه پروانه شدم. بهار سینی به دست با پایش در را باز کرد و تا من را دید سریع تکان داد و با لبخند داخل شد. اون رو ول کن، بیا داغ داغ مزه داره. وقتی سفره‌ای ندید که پهن باشد با سرزنش رو به من گفت الان وقت دوخت و دوزه، بلند شو سفره بنداز. بلند شدم و سفره حصیری را وسط اتاق پهن کردم. آن طرف سفره نشست و دیس پلو و کباب را که در سینی بود وسط سفره گذاشت. زیر چشمی نگاهم می کرد و لبخند می زد. چیزی نمی گفت و با نگفتنش داشت من را کلافه می کرد. نگاهش کردم و گفتم چی خنده داری سه؟ یک دفعه بلند شد و گفت مریم طاقت ندارم بهت نگم آقا دایی چی گفته. از خوشحالی نمیرم خوبه. کاش مارجان خدا بیامرزد زنده بود. اگه زنده بود و می دید کی خاطر خواهد شده و چی میگه، چه کارا که نمی کرد. کاش عمرش به دنیا بود. وقتی آمد و دو زانو کنارم نشست، قلبم آنقدر تون تون زمی زد که نشستن را برایم سخت کرده بود. بهار دست روی زانویم گذاشت. آقا دایی قبل از اینکه بنیشه سر سفره و نهارش رو بخوره، جلوی من و پروانه به مارجان گفت که تا دو سه ماه دیگه که برنجاش رو برید و کارش تمام شد، با پیل مار و عموجان بزرگش میاد اینجا خواستگاری و تو رو عقد میکنه و با خودش میبره. من فقط نگاهش میکردم و از رنگ صورتم خبر نداشتم. پشت پیراهنم چسبیده بود به کمرم و من هرگز اینقدر و اینطور عاشق حرف زدنهای بهار نبودم. به خودش اشاره کرد و ادامه داد. فکر نکن اینجوری مثل من شفته و وارفته. گفتا نه به خدا. زل زد توی چشمون مارجان و گفت دو سه ماه خوب امانت داری بکنه فد. فکر بکن یه گنج، یه چیز قیمتی از من پیش توه. هر کاری بلدی بکن و حواست بهش باشه تا من بیام و بی درد سر ببرمش. اون وقت خلاص میشی. یا نباید دل منو هوایی میکردی، یا حالا که کردی باید هرچی میگم نه نیاری. این کار باید بشه. خندید، بلند خندید و من را در آغوشش گرفت و گفت مریم، آقا دایی گرفتارت شده، وگرنه 100 سال سیاه به خاطر یه لاکو اینجوری با مارجان حرف نمی زد. بهار را از خودم دور کردم، با سری پایین سینی را جلو کشیدم و
و زیر لب گفتم کباب یخ کرد. فدای تیسر یخ کرد. بهار کباب سرد شده را تون تون و با اشتها خورد. من به 3 ماه بعد فکر می کردم به رفتن همراه کسی که من را گنجی قیمتی می دانست که برای خودش است و این فکر داشت لحظه به لحظه من را شیرین می کرد. بهار سینی و دیس را جمع کرد و این جمع کردن از رفتن آقا داییش گفت. گفت که اگر آقا داییش شبها نمی ماند به خاطر من و حرفهای مردم است. به خانه خودشان رفت و سریع دوباره برگشت. وقتی در را باز کرد بغچه ای در دستش بود و به زیر بغلش گرفته بود. به من نگاه می کرد و نه خیال جلو آمدن داشت و نه بغچه را می خواست از خودش جدا کند. با اشاره به بغچهش گفتم این چیه بهار؟ جلو آمد و بغچه را از زیر بغلش بیرون آورد. یه چیزی ازت می خوام. ارواح مار جانت نه نیار. با لبخند گفتم چیه بگو. روی زمین نشست و بغچهش را باز کرد. یک دستمال و سربند بنفش پولک دوزی شده از داخل آن بیرون کشید. پولک های رنگی دور سربند باعث شد بنشینم و از دستش بگیرم. این چقدر قشنگی است بهار. دستمال را هم به سمتم گرفت. خیلی قشنگه. اینا هر جایی نیست ها. بیا این دستمال و سربند رو بگیر و ببند. ببینم چطوری بنی؟ مال توه. سرش را تکان داد. نه مال توه. نگاهی به دستمال بلند و سرخ داخل دستش که گران قیمت بود انداختم و گفتم مال منه؟ از کجا آوردیش؟ با تردید نگاهم کرد. آقا دایی برای تو بارده. تا این را گفت سربند را روی بغچهش گذاشتم و گفتم بردار ببر بهار. با التماس گفت قسمت دادم به خاک مارجانت. بیا این را ببند. آقا دایی گفته قبل اینکه برگردی کیاکلا باید تو بهش جواب بله رو بدی. حرف ما رو نه که قبول نداشته. فقط میخواد توی نشونه بهش بدی که به پاش میشینی تا بیاد. اخم کردم. جواب رو که آقا جانم میده. هرچی اون بگه منم حرفی ندارم. برو این رو به آقا داییت بگو. بالا بلا مارجانم همین رو 10 بار بهش گفت. اما آقا دایی گفت تا خود مریم به هم بله نگه نمیرم. نمیرم پی آقا جانش. گفت خودش بله داد. من هر طور بو آقا جانش رو راضی کنم. من نمیتونم بیام و باهاش حرف بزنم. سربند را به طرفم گرفت و گفت نمیخواد حرف بزنی. این سربند و دستمال رو اگه ببندی و یه لحظه بیای سر ایوان، یعنی بهش بله گفتی و اونم با خیال جمع برمیگرده کیاکلا. بهار نمیتونم. هر دو به هم التماس میکردیم. خودش را به طرفم کشید. به خدا کاری ندانه. نه حرف میزنی نه هیچی. منم باهات میام. آقا دایی هم اون بر توی حیات ماست. بغل گوشت نیست که. همین که ببینه دستمالی رو که برات گرفته سرت کردی تمومه. میخواستم بچرخم و به او پشت کنم که سربند را روی زمین گذاشت و شانه هایم را گرفت و مانه شد. باشه نبند، ولی به خدا اگه نبندی نری روی ایوان. آقا دایی نمیره ها. تو که اینو نشناسی. صبرش زیاده. 10 روزم شده میمونه تا به مراد دلش برسه. کلافه و سردرگم نگاهش کردم. لبخند زد. تی بلا می سر. پاشو دستمال رو ببند. اذیت نکن. اصلا تو خودت یه بار دیگه نگاه بکن. چه شاخ و شمشادی ایسته. اگه بره و نبینیش پشیمون میشی یا. همین که حس کرد کمی دودل شده ام. سریع از جایش بلند شد. دستمالم را از سرم کشید و گفت این رو بردار قشنگ. دستمالی که آقا دایی آورده سر بکن. بوش رو ایوان تا هم دل تو آرام بگیره هم دل اون بنده خدا. من که دونم تو هم دوستش دانی. سرم را بالا گرفتم و به صورتش خیره شدم. الان آقا داییت کجاست؟ کمی به طرفم خم شد. تو حیات ما وایستاده تا تو بیای بیرون. مثلا اومده یه دوری توی حیات بزنه، بعد هم بره کیاکلا.
تو هم میری روی ایوان به هوای یک کاری. دستمالی که آقا داییش آورده بود را از روی زمین برداشت و با لبخند ادامه داد. مارجان خبر نداره چی به چیه. نگران اون نبود. فقط من میدونم و تو آقا دایی. تو هم یه ذره خوش انصاف ببو و کارتو طول بده تا آقا دایی سیر تماشات بکنه. گناه داره این همه راه اومده. حداقل بذار چیزی تو دلش نمونه. سربند را از روی زمین برداشتم و در دستم گرفتم. شمرده آرام و با اخم گفتم ببین چه گرفتاری برای من درست کردی. پام برسه به ایوان سری برمیگردم میام تو. طول دادن ندانیم. سربند را به سرم بستم. آن را روی پیشانیم مرتب میکردم که بهار گفت باشه. نمیخواد طول بدی. تو فقط دستمال رو ببند و برو. زیر پای آقا دایی علف سبز ببو. بکشتی من رو تو. دستمال داخل دستش را روی سربندم انداخت و گفت اینقدر قشنگ شدی؟ برو خودت رو ببین. دلخور نگاهش کردم و گفتم زنمو به فهم ناراحت نشه. اخ می کرد. تا الان می گفتی آقا جان از الان بهونت شده مارجان من؟ دستش را جلو آورد و دستمال را روی صورتم مرتب کرد. آقا دایی کل رش رو هم زیر پا بنه لاکو به قشنگی تو نمیتونه پیدا بکنه. ناراحت مارجان نباش. آقا دایی که رفت خودم دستمال و سربند رو نشونش میدم و میگم که اون برای تو بارده. به طرف در رفت و دلنگیان را تا جایی که میتونست و راه داشت از هم فاصله داد. فکر میکرد اینطوری راه را برای هر گونه مخالفت من میبندد. به در تکیه داد و گفت بیا دیگه. به سمتش قدم برداشتم. دستی به دست مال و سربند کشیدم. بهار بیرون رفت. همین که به در رسیدم ترس به دلم افتاد. اما نیروی قوی تر از ترس هلم میداد تا پا روی ایوان بگذارم. قدم اصلی همان دستمال و سربندی بود که به سرم بسته بودم. کار را از قبل تمام کرده و تردیدم بیهوده بود. به بهار نگاه کردم که نگاهش به حیاتشان بود. وقتی دید که من پشت سرش هستم جلو رفت و خودش را به پله ها رساند تا مانعی بین من و آقا داییش نباشد. سرم را پایین انداختم و روی ایوان پا گذاشتم. فقط به رویم نگاه کردم و تصمیم گرفتم سطل آب را در دیگ خالی کنم تا بهانه‌ای برای آمدنم روی ایوان باشد. به وسط ایوان که رسیدم مطمئن بودم. در بهترین جای ممکن ایستادم. هر کسی که در حیات عمو رحمان بود به خوبی می توانست من را ببیند. بهار به آرزویش رسید. من را از اتاقم با دستمال و سربند پیشکش آقا داییش بیرون آورده بود. به جای رفتن به سمت سطل و خالی کردن آب آن به حیات عمو رحمان نگاه کردم. کسی را که به دنبالش می گشتم بدون آن قبای بلند دست در جیب وسط حیات دیدم. یک نظر و یک نگاه و همه آن مقیاس های کوچکی که بهار برای دیدار ما تعیین کرده بود تمام شد. ادامه دادن به هم نگاه کردن و ما تو خیره شدن تصمیمی بود که در همان لحظه من و سلمان گرفتیم. میخواستم خوب سربند و دست مالی را که روی سرم بود ببیند. دستش را از جیبش بیرون آورد. به خیرگی نگاهش اضافه کرد و انگار چشمهایش فقط میتوانستند من را ببینند. ناخودآگاه یک قدم به عقب برداشتم و حتی حرکت بعدی من دست زدن به دست مار و مرتب کردن آن روی سرم هم غیر ارادی بود. نگاهش لحظه به لحظه خوشایند تر می شد. باشه می خرم. اونم نمفته مفت. به یه قیمت خوب. این را که گفت می خواستم هرچه حرف خوب بلدم به او بگویم. اما نگاهش که لحظه ای از روی صورت من برداشته نمی شد باعث شد فقط بگویم بشید به سلامت. از جایش تکان نخورد و یک دفعه گفت میخوام یه روز بیاد که تو رو با سرخ دستمالت
روی ایوان خونه خودم ببینم. پایان قسمت 26.